بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهرآفرین مهرگستر، عرض سلام داریم به حضور یکایک شما بینندگان عالی قدر و ارجمند. خوش آمدین امروز هم به برنامه روشنا. امید که روز با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. در خدمت شما هستیم امروز هم از طریق برنامه روشنا و بحث امروز ما حقوق مالی زن در خانواده است. دوستان، زن به عنوان یک نقش برجسته در خانواده و ثبات خانواده به عنوان یک موضوع بسیار مهم که مد نظر دین مبین اسلام هست، موضوعی است که همه ما سر او واقف هستیم و در طبق روال هر دوشنبه در برنامه روشنا راجع به حقوق زن صحبت کردیم و امروز بنا هست راجع به حقوق مالی زن با هم صحبت کنیم. ای که حقوق مالی چی هستن و زن تا چی حد از حقوق مالی برخوردار هست و چطور میتونه این حقوق برای خود بگیره و داشته باشه، همه اینها را با هم بحث خواهیم کرد امروز در برنامه با حضور کارشناس محترم برنامه خانم بلخی. سلام خانم بلخی، خوش آمدین، در خدمت شما هستیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بندم عرض سلام و درود و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و توانا و همچنین خدمت تمام بینندگان نهایت گرامی. امید که بتوانیم مطالب مفید به سمع و نظرتان برسانیم انشاءالله. خب بریم سراغ بحث خانم بلخی. امروز راجع به حقوق مالی زن صحبت میکنه در خانواده. این حقوق مالی چی هست و شامل چی مواردی میشه؟ میشنویم. بسیار عالی. ببینید، قبل از ورود به بحث بیایم حقوق مالی را یک تعریفی بکنیم که در واقع او چی هست، ماهیتش چیست. بله. حقوق مالی را حقوقدانان ما به این نفع در واقع ترجمه کردن که حقوق و امتیازاتی است که شارع و یا مقنن به حمایت از زن و به نفع زن در خانواده، در قانون و یا در شرع می گنجانند، لذا مبنای قانونی و شرعی دارد و حمایت شده است. اما خب در ماده 90 قانون مدنی افغانستان ما داشتیم که آثار نکاح چیست. یک نکاحی که به طور صحیح صورت میگیرد خب یک تعداد آثاری دارد که آثاری او از جمله است بحث نفقه است، بحث در واقع ارث است، بحث حرمت مصاهره است و همچنین بحث نسب. اما قبل از اینکه وارد آثار نکاح بشیم، در مورد مبحث بسیار مهم مهریه با عنوان شاید بتوانیم بگوییم مهمترین و حساسترین مسئله مالی است که در ابتدای ازدواج بین طرفین مطرح می شود و چه بسا جنجال هایی هم بر سر همین مسئله هست و متاسفانه چه بسیار ما متارکه هایی داریم که یا حتی مردانی که بر اثر نپرداختن مهریه دچار حبس و توقیف شدند یا اموال آنها توقیف شده و یا به هر حال متاسفانه در محاکم میبینیم که دعاوی مختلفی در این مسئله مطرح شده، لذا مسئله بسیار مهمی است. و از طرفی هم خانم بلخی، این حقوق مالی که بحث اولین قدمش مهریه هست در بسیاری از خانواده های افغانی نادیده گرفته میشه متاسفانه، اهمیت او و ای که چقدر میتونن در روابط بین زوجین اثرگذار باشه و چگونگی انتخاب و میزان او تعیین او، همه اینها میتونن بسیار برای رابطه بعدی زن و شوهر مهم باشه و آینده ساز است. این هم که میایم از یک طرف بسیار زیاد سرش تمرکز میشه در بعضی خانواده ها که به قول شما کار به جای میرسه که به جدایی ختم میشه متاسفانه، یا حالا به برخورد قانونی با مرد، و یا یک زمانی هست که آنقدر نادیده گرفته میشه که متاسفانه عدم آگاهی هست به دلیل عدم آگاهی و زن از بسیار از حقوق خود در اینجا برخوردار نمیشه. درست است. ببینید، مهریه او چیزی که تعریف شده است در قوانین گفته شده مالی است که مرد به زن به واسطه ازدواج میپردازد. دقت داشته باشیم به الفاظی که گفته شده، مرد به زن میپردازد. اما ما میبینیم متاسفانه جایگاه مهریه در عرف ما گاهن متغیر است. مثلا به عنوان بس شیربه ها، یعنی تصور می شود که این شیربه ها اما مهریه است گرفته می شود و مبالغ بسیار هنگفتی. بله. که این بسیار برای مرد در بدو ازدواج کمرشکن است تایه این وجه. اما ببینید، خود مهریه واقعا اینگونه نیست. فلسفه بسیار مهم و قدمت بسیار دوری دارد. حتی در
ما در زمانهای قبل از اسلام به این نفع داشتیم که متاسفانه در آن زمان زن به عنوان مایملک محسوب میشد و یک چیزی بوده که برای خانواده سوداوری داشته و پدر او خانه و یا برادر کلان او دختر من حیث یک چیزی که مقابل مبادله است و از طریق دختر کسب سود میکردن، یعنی از طریقی که او را به یک شوهری میدادن و یک مال بسیار انگفتی را دریافت میکردن و متاسفانه جایگاه زن بسیار خب بیارزش بوده. بله. اما خب ما میبینیم که ای در زمان ظهور اسلام کاملا تغییر کرد. اگر بیایم در مورد خود ماهیت مهریه ما صحبت بکنیم، به صراحت قرآن کریم در آیه 5 سوره نساء دارد که و آتو نساء صدقاتهن نحله. ما ببینید به الفاظ وقتی که دقت میکنیم به صراحت گفته شد صدقات، یعنی که مهریه مایه صداقت و راستی نیست که مرد نسبت به زن دارد. دقت داشته باشید، نسبت به زن، نه خانواده او. متاسفانه میبینید که ما شیربه ها و امثال همه به خانواده دختر تسلیم میکنیم و خب در قرآن کریم جایگاهی ندارد اگر الزامی باشد. اشاره کردیم که بین مهریه و شیربه ها تفاوت های وجود دارد، برای اینکه بینندگان عزیز ما بیشتر متوجه بشن تفاوت اینها را اگه بر ما بگین ممنون میشم. درست است. اولین تفاوت و شاید مشهودترین همی باشد که ما در تعریف مهریه در قانون احوال شخصی داریم که مالی است که مرد به زن پرداخت میکند، نه به خانواده ای او. اما متاسفانه در عرف ما بعضن مشاهده میشود که او مال شیربه ها و یا همچون نام هایی که دارد به خانواده دختر داده میشود و به پدر او داده میشود که ممکن است صرف تهیه جهیزیه هم نشود، که اگر صرف تهیه جهیزیه بشود ممکن است که در واقع پذیرفته باشد. اما اگر که به ایصال نباشد و پدر خانواده به نفع خود او شیربه ها و مبلغ از پسر بگیرد و تملک کند، طبیعی است که جایگاه قانونی و شرعی ندارد. یعنی تفاوتش در ایست که او مال به کی داده میشه. اگر به زن داده شود تحت عنوان مهریه است، اگر به خانواده داده شود تحت عنوان شیربه ها از او یاد میشه. درسته؟ در مورد موضوع مصرف او ماست که صرف چه کاری میشود. خب. یعنی به نفع پدر مصادره می شود یا نه صرف تهیه مقدمات زندگی می شود. این هم در مناطق مختلف ما داریم که بخشی از مهریه را به عنوان مهریه معجل با عین به این نفع دریافت می کنند و او را صرف زندگی و تهیه جهیزیه می کنند. لذا اگر که ما ببینیم که طبق قرآن کریم در واقع زمینه صداقت و راستی بین زن و مرد نباشد و در ادامه آیه میگوید صدقاتهن نهله، نهله به معنی هدیه و پیشکش است. لذا هدیه و پیشکش به چه کسی؟ به خود دختر، تا رضایت او را جلب کنه و او جایگاه و وقار و متانت زن حفظ میشود. و خب ما میدونیم از نظر روانشناسی هم زنها و مردها ویژگیهایی دارند و زن است که در مقام در واقع متانت و وقار و عزت است و مرد است که خواستار زن است و خب از نظر در واقع بس او عزت و او جایگاه زن نباید به طوری باشد که مثلا زن به دنبال مرد برود. ما خب این از نظر چیزی داریم. لذا بستری است که وقتی که مرد در خواستار یک شیء با ارزش است، یک شخصیت با ارزش است، برای او باید که یک هدیه و پیشکشی تقدیم بدارد. این فلسفه مهریه در قرآن کریم و اسلام بود. پس اما خب شیربه ها مبنای شرعی و قانونی یعنی ندارد و اون چیزی که با مبنای شرعی و قانونی برای زن داده میشه مهریه است. درست است؟ مهریه است. مگر شرط ضمن عقد بشود که ما در ادامه جلسات در مورد شرط ضمن عقد صحبت خواهیم کرد. اما به طور کلی بس شیربه ها که متاسفانه مبالغ انگفتی هم گرفته میشد و صرف زندگی هم نمیشود و یا هزینه های گزاف زندگی است که لازم هم نیست، به هیچ عنوان مبنای قانونی ندارد. ما به صراحت در قانون عروسی که سال 95 در افغانستان سابقا تصویب شده بود، ما به صراحت در مقابل شیربه های گزاف ایستادگی کرده بود قانون. پس جایگاهی ندارد. اما خب بس مهریه با توجه به فلسفه ای که دارد و خدمتتون عرض کردیم از در قرآن کریم در واقع مبانی حقوقی ما جایگاه بسیار خوبی دارد و نشانه ارزش و ارج‌گذاری نسبت به شخصیت زن است. درست است. بله. ببینید خب ما در بس اگه بیایم بس حقوق بین‌الملل و اسناد بین‌المللی را ببینیم، خب ما نداریم به این صورت. در به صراحت در میثاق در واقع مدنی و سیاسی ماده 23 تصریح شده
که دولت ها باید که تدابیری را اقتضا کنند تا بتوانند حقوق یکسان برای زن و مرد، حقوق مالی و غیر مالی در خانواده در نظر بگیرند. خب در واقع این نشانگر ایست که چیزی به نام مهریه و یا حتی مهریه و حتی شیربخا خب ما در حقوق بین‌الملل نداریم. هم خب هر قانونی قوانین و قواعد خاص خود داره و بحث مهریه در واقع یک نهادی است که صرفا در دین مبین اسلام هست و در بین مسلمانان رایج است. بله، ممنون و متشکر از شما. به ادامه بحث باز هم خواهیم پرداخت و برمیگردیم خدمت شما دوستان عزیز. یک وقت کوتاه میگیریم و با شما خواهیم بود. خب دوستان عزیز، با ادامه برنامه روشنا خوش آمدین. راجع به حقوق مالی صحبت میکنیم، حقوق مالی زن در خانواده، و عرض سلام و خوش آمد داریم به حضور از بینندگان عزیزی که همکنون با ما پیوستن. ما را همراهی بفرمایید در برنامه امروز روشنا. اما میریم به ادامه بحث. خانم بلخی، راجع به مهریه داشتیم صحبت میکردیم و گفتیم که آن چیزی که تحت عنوان حق مالی، به عنوان ابتدایی ترین حق مالی در بحث ازدواج برای زن تعلق میگیره و مبنای شرعی و قانونی داره، مهریه هست. اما راجع به این میخوام صحبت کنیم با ما که آیا پرداخت مهریه یک زمان مشخص داره، زمان تعیین شده داره، یا اینکه نه هر وقت که زن خواست میتونه که او را از مرد مطالبه کنه و مرد هم باید مکلف هست که او را پرداخت کنه به زن؟ درست است. ببینید، یک تفاوتی بین در واقع قانون احوال شخصی ما، یعنی بین قواعد شیعی و بین قوانین حنفی هست. به این صورت که در این مسئله اتفاق نظر است که به محض وقوع عقد و انعقاد عقد، مهریه بر زوج لازم است که بپردازد بزن. یعنی به محض اینکه امون نکاح انعقاد پیدا بکند، خود مهریه الزامی می شود. درست. اما یک تفاوت داری است که اختلاف نظر است، به این که میگویند نصف مهر الزامی می شود، اما نیمه دیگری او در صورت در واقع رابطه زناشویی است. این قواعد بله. شیعی است که اغلب فقها ها به این نظر دارند و قانون اول شخصیه که به محض عقد نصف مهریه و پس از رابطه زناشویی نیمه دیگر او بر مرد لازم می شود، که اگر قبل از آثار حقوقی او ایست که اگر قبل از در واقع او رابطه زناشویی متارکه صورت بگیرد، نیمی مهری که پرداخت نشده لازم نیست که پرداخت گردد، و اگر پرداخت شده بزن باید که مسترد گردد. یعنی اگر در ایام نامزدی باشن مرد و زن و حالا خدای نکرده به هر دلیلی به متارکه بیانجامن، نصف مهریه حق زن هست، در صورتی که اگر ازدواج کرده باشن باز او هم کل مهریه در اختیار زن قرار خواهد گرفت. درست است؟ البته تعریف نامزدی ایست که وعده ازدواج و تعریف قانونی و عرفی او متفاوت است. در عرف نامزدی ایست که عقد نکاح صورت میگیرد، اما زوجین در خانواده مشترک هنوز سکونت نکردند. اما طبق قانون نامزدی یعنی وعده ازدواج. بله. لذا اگر نامزدی قانون ما در نظر بگیریم به همین صورت است. اگر در زمان نامزدی متارکه صورت بگیرد، نیمی از مهریه و پس از رابطه زناشویی نیمی دیگر او محقق می شود. اما خب در قوانینی که پایه حنفی دارند، قانون مدنی ما، به این صورت است که حتی پس از اینکه یک خلوت صحیحه بین زن و مرد صورت بگیرد و یا در یک مسکن مشترکی یک مدت معقولی با یکدیگر خلوت داشته باشند،
به صرف همین نیمه دیگر مهریه الزامی میگردد. درسته. تفاوت دیگر. یعنی پس زمان خاصی نداره، به محض اینکه انعقاد عقد صورت گرفت او مهریه باید که از طرف زوج به زوجه، هر زمان که زوجه مطالبه کرد، زوجه به معنای هموزه، باید که من به او ایره پرداخت بکنم. بله. درست. ویژگی اندل مطالبگی دارد اصطلاحا. بله. که به محض مطالبه زن نصف مهریه پرداخت میگردد و در صورت رابطه زناشویی کل مهریه. درست. اما مهریه خب چیست؟ ما میگوییم مهریه لزوما همین وجه نقد و همین پولی است که ما پرداخت میکنیم. خیر، این گونه نیست. مهریه در واقع گفته شده هر نوع مال و یا عملی که ارزش اقتصادی داشته باشد. چه بسا ممکن است مهریه یک فعلی باشد که ارزش اقتصادی دارد. آموزش یک مهارتی میتواند به عنوان مهریه قرار بگیرد، کماکان که در زمان پیامبر اکرم ما داشتیم که اگر شخصی مهریه‌ای برای پرداخت زن نداشته بوده، پیامبر فرمودند آیا تو میتوانی قرآن بیاموزی؟ به همین صورت مهریه زن پرداخت شده. آموزش یک مهارت و یا یک علم خاصی، یعنی صرفا لازم نیست که یک مال و یک وجه نقدی برای زن تعلق بگیره به مهریه. درست است؟ میتواند هر فعل با ارزشی باشد. اما بیم سراغ جامعه خود، در دل جامعه سنتی و مردسالار که عرف ناپسندهای زیادی هم دارد در جامعه و به خصوص در مورد زنان که حقوقشان بسیار زیاد نادیده گرفته میشه. خانم بلخی، اگر که همین حقوقی که بر زن متعدد میشه و در قدم اول مهریه که صحبت کردیم راجع به او، حالا به هر دلیلی از طرف مرد امتناع بشه و پرداخت او، یعنی مرد امتناع کنه از پرداخت او در حالی که زوجه او رو مطالبه کرده یا زن او رو مطالبه کرده، در این صورت زن چه اقداماتی میتونه انجام بده تا بتونه او حق خود به دست بیاره؟ درست. البته ما قبل از ورود سوال به شما این عرض بکنیم که گفته شده اگر مهریه‌ای بلاغ هنگفتی تعیین بشود که مرد توان بالقوه پرداخت او را نداشته باشد، طبق قانون این مهریه باطل است. لذا اگر که دختر و پسر بر سر احساسات و یا هر چیزی مبلغ بسیار هنگفتی را تعیین بکنند که مرد میداند که توان بالقوه ای پرداخت مبلغ ندارد، مهریه خب باطل است. اما خب سوال بسیار خوبی است، اگر که مرد نتواند و یا نخواهد پرداخت کند، خب چه خواهد شد؟ علاوه قانونی اگر که مرد در واقع نتواند مهریه را پرداخت بکند، خب مدتی محکمه به او زمان برای پرداخت مهریه میدهد و اگر که در واقع پرداخت نکند از اموال مرد قابل برداشت و توقیف است. لذا اگر اموالی دارد، زن میتواند با معرفی ای اموال به محکمه صالحه مقداری که مهریه دارد اموال مرد، از جمله مثلا خانه ای دارد، اموال منقول و یا غیر منقولی دارد، او مقدار مهریه خود در واقع توقیف بکند. و یا حتی قبل از اینها اگر که رابطه مال زناشویی بین زن و مرد هنوز صورت نگرفته است، زن میتواند از در واقع انجام امور مشترک زندگی خودداری بکند و اصطلاحا تمکین عام و خاص خود انجام ندهد تا زمانی که مهر خود دریافت داشته باشد. یعنی حقی است که زن دارد و قانون از او کاملا پشتیبانی میکند. دقیقا بحث سر همی هست، چون با توجه به جامعه ما و اوفای حاکم بر جامعه ما، شاید بسیاری از زنان با وجود آگاهی از حقوق خود نخواسته باشن که از طریق مراجع قانونی اقدام کنن برای دریافت نفقه مهریه خود. بنابراین یک سری اقداماتی رو هم خود زن میتونه انجام بده که شما اشاره کردین با او در داخل خانه، که به هر حال یک اهرم فشار باشه بر سر مرد تا بتونه که او مهریه رو دریافت کنه از زن. اما یک بحث دیگه هم که گفتیم راجع به تعیین میزان مهریه، که حالا اگر از یک حد معقول هم بنابر احساسات که شما گفتین در همه ابتدای ازدواج شاید تعیین بشه و اشاره کردن به بطلان عقد در صورتی که میزان مهریه، بطلان مهریه به خاطر اینکه بله به خاطر تصحیح که بینندگان عزیز ما متوجه بشن، از نظر قانونی ما سقف خاصی را بر میزان مهریه تا حال تعیین نکردن در کشور و میتونه که هر میزان باشه، اما خب معقول بودن او و در حد توان مرد بودن بسیار مد نظر باید قرار بگیره. ممنونیم از شما. بریم سراغ بحث بعدی که نفقه هست، یکی دیگه از حقوق مالی زن. میشنویم از شما. درست است. ببینید نفقه
نفق ابطان عرض کنیم که مبنای در واقع قانونی و حقوقی در اسلام دارد. ما در واقع به صراحت در آیه 34 سوره رکای نسا داریم که الرجال قوامون علی نسا در ادامه میگوید به ما انفقو من اموالهم، یعنی که نفقه خانواده به عهده مرد است. اما خب اسباب نفقه چیست؟ نفقه دو تا سبب دارد. اول بس قرابت است، دویم بس زوجیت دائمی. قرابت یعنی که یک شخصی که متمکن است اگر که اولاد او و یا که به صورت سعودی پدر و یا مادر او نفقه مکفی نداشته باشند و نیازمند باشند، برای شخص لازم است که نفقه اولاد و یا والدین خود را تأمین بکند. این بس نفقه اولاد و خانواده است. اما بس زوجیت متفاوت است. در واقع قانون اول شخصی ما در ماده 161 آمده نفقه را تعریف کرده به این عنوان که تمام نیازمندی های متعارفی که یک زن دارد، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و در واقع هزینه تداوی او، اینها تمثیلی است. یعنی میتواند اگر زنی مثلا در خانواده پدری خود خادم داشته و لازم است که در خانواده شوهر خود خادم داشته باشد، خب بر مرد لازم است که خادم زن را تامین بکند. یعنی اینها عرفی است. یک نکته دیگه که شما اشاره کردین که نفقه شامل پوشاک، خوراک، مسکن و بهداشت میشه یا مسائل درمانی منظورم هست. یک نکته عطفی هم داره که حق تفریح و یا مثلا یک سری، حالا او هم خرج داره دیگه خانم بلخی، ایره جز شامل نفقه نمیتونه بدانه. حالا مثلا تفریحات، مسافرت هایی که شاید زن خواسته باشه زندگی بره، این بردوش مرد نیست؟ شامل نفقه نمیشه؟ ما عرض کردیم که مصادیق نفقه تمثیلی است. یعنی چی؟ یعنی ادامه دارد، میتوند با توجه به عرف زن و یا او عرف او شهری که او سکونت میکند. خب اگر ما میبینیم که غالبه زنان آن شهر تفریحاتی دارن که خاص آناسا یا به هر طریقی عرف آنجام است و محکمه میتواند و یا حتی داورانی میتوانند حکم کنند که هزینه تفریح و مثلا شادی او هم پرداخت کرده. پس برگرفته از عرف و عادات همو جامعه نفقه ای که شامل چه قسمت هایی میشه تعیین میشه، درست است؟ صرفا تصریح شده است در قانون اما به صورت تمثیلی. بله. ببینید خب بس مسکن ما داریم، میگویم مسکن به چه صورتی؟ خب طبق قانون مدنی ما به صراحت گفته که زن باید در مسکنی که شوهر تعیین میکنه سکونت کند. اما اگر در ابتدای ازدواج شرط شده باشد که حق تعیین مسکن به عهده زوج است، خب حق تعیین به عهده زوج است و هر محل و یا هر مسکنی که زن مصلحت میداند باید سکونت صورت بگیرد. و حتی این هم داریم که ما در بحث نفقه او توان مالی مرد و شرایط زندگی و شأن و وضعیت زن باید که مورد توجه قرار بگیرد. اگر که شأنیت زن، حالا به هر حال مسائل مختلفی وضعیت بانوان سنجش میکنند، سطح سواد آنها، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، طبقات اجتماعی و اقتصادی زندگی آنها تعیین کننده است. اگر که اینها به صورتی باشند که نفقه زن بیاین در واقع ارزیابی بکنن، باید در بحث نفقه آنها مد نظر قرار بگیرد. بله. لذا نفقه هر انسانی، همه زنها به یک صورت این نیست. در احوال شخصیه گفتن که نفقه هر زن مطابق با عرف عادات و شأن زن تعیین میشه، درست؟ اما ما در قانون مدنی، همونطور که اشاره کرده، در قانون مدنی کشور میزان نفقه پرداختی به زن را از طرف مرد بسته به توان مالی مرد میدانه. یعنی شأن و عرف عادات در اونجا در قانون مدنی کشور در نظر گرفته نشده، در حالی که در قانون احوال شخصی ما باز عرف عادات و شأن زن را در نظر میگیره. این تفاوت را هم باید در نظر داشته باشم. دقیقاً به صراحت در واقع تفاوت بین احوال شخصی و قانون مدنی ما هست. اما با توجه به ماده‌ای که خوراک، پوشاک، مصادیق در واقع نفقه را صحبت میکند، ما میبینیم که در آنجا در واقع به صورت تمثیلی است، یعنی ادامه دار است و با توجه به عرف یا هر چیز دیگری میتواند قابل تغییر باشد. این نکته دقیق است که شما فرمایید در بحث تفاوت دو تا قانون.
بله. ببینید اما بیان در موردی که ضمانت اجراهای نفقه صحبت بکنیم. آیا نفقه اجازه بدیم که این بحث را خواهم بعد یک میان برنامه که بینندگان عزیز ما خسته نشن و ما را همراهی بفرمایند. یک میان برنامه کوتاه میگیریم. فراموش نکنید که منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات سازنده شما در روند بهبود برنامه هستیم. میتونید با ما تماس بگیرین و نظراتتان را با ما شریک بسازین از طریق شماره تماس برنامه که زیرنویس میشه. بریم برگردیم با ادامه برنامه. خب رسیدیم به بخش پایانی برنامه روشنا. راجع به حقوق مالی زن صحبت میکنیم در خانواده و بحث ما به اینجا رسید که راجع به نفقه صحبت میکردیم. یک سوال خانم بلخی، زمان پرداخت نفقه چه قسمی است؟ یعنی به محض مثل مهریه، به محض انعقاد عقد نکاح نفقه بر مرد واجب میشه و باید به زن بده و تا چی زمان ادامه داره این نفقه؟ دوست. ببینید نفقه را قانون مدنی ما در ماده 122 میآید به این صورت میگوید که در چه صورتی، از این صورت دیگر پاسخ بدهیم، در چه صورتی زن از در واقع اخذ نفقه محروم می شود و یا نفقه به او تعلق نمی گیرد. در صورتی که اولا بدون در واقع اجازه همسر از منزل به یا مقاصد غیر مشروع از منزل خارج بشود که صحبتی در جلسات گذشته انجام شد. دویی که در امور زناشویی از شوهر خود اطاعت نداشته باشد. و سه، در مسکنی که زوج تعیین میکند سکونت داشته باشد. لذا اختلافی که بین قانون مدنی داشته باشد. یعنی در زمانی که اگر که در واقع از او محل سکونی که شوهر تعیین میکند خارج بشود، نفقه به او تعلق نمیگیرد. بله. لذا ما به این نتیجه میرسیم که از زمانی که زن در منزل مشترک سکونت داشته باشد، نفقه تعلق میگیرد. ممکن است به صرف عقد نکاح زن همچنان در منزل پدر خیش باشد، که البته در قانون اول شخصی ما داریم که به محض وقوع عقد نفقه بر مرد بار میشود و اوست که باید مسکن مناسب انتخاب بکند و وسایل زندگی را فراهم بکند. لذا نفقه بر مرد الزامی است. اما خب در قانون مدنی ما داریم که زن باید در منزل مرد لزوما سکونت داشته باشد. لذا نفقه بگیرد. اشاره کردیم به بحث اطاعت و گفتیم که یکی از شرطهای پرداخت نفقه اطاعت زن از مرد است. این اگه برای ما واضح تر بسازیم که منظورتان از اطاعت چی بود و تا چه حد هست؟ درست است. قانون مدنی ما به طور کلی بحث از اطاعت از شوهر دارد که میتواند استفاده های در واقع عرفی بسیار از این شاید و مختلف باشد متاسفانه. اما قانون اول شخصیه به صورت میگوید تمکین عام و تمکین خاص. یعنی قانون اول شخصیه تمکین خاص هم رابطه زناشویی و تمکین عام اموری است که در منزل به عهده زن سپرده شده است. بله. یعنی اتم خروج از منزل اگر که قصد مشروعی هست، یعنی اطاعت از شوهر داشته باشد در اموری که به او محول شده است. درست است. این لازمه در واقع انفاق هست. راجع به موانع برخورداری از حق نفقه صحبت می کردیم. یک سوال به نظرم رسید که خب بعضی از خانم ها که شاغل هستند و به نحوی پرداخت حقوق دریافت می کنند و یک مزد مالی دارند، آیا در این صورت اگر که یک معاشی داشته باشند، به اصطلاح ما و شما یک معاشی را داشته باشند، آیا این مانع از پرداخت نفقه توسط مرد می شود آنها؟ یعنی زن شاید توان مالی داشته باشه، استقلال مالی به نحوی داشته باشه و نیازی به اون نفقه که مرد به اون میده نداشته باشه، آیا این مانع او پرداخت این نفقه از طرف مرد بزن میشه؟ به هیچ عنوان. ما در واقع استقلال اقتصادی و اجتماعی زن داریم، به صراحت تاکید شده. لذا ای که زن
شاغل است و هر معاش انگفتی دارد هیچ ارتباطی به بحث نفقه اون ندارد و باید نفقه خود از طریق مرد تامین بکند. بلاغت استقلال مالی داشته باشه و نیازی هم نداشته باشه، اما باید از جانب مرد این نفقه تامین بشه. ممنون از شما. گفتین که ضمانت اجراهای نفقه را هم میگین بر ما، در صورتی که پرداخت نشه یا امتناع بشه از جانب مرد که نفقه را پرداخت نکنه بر زن. ببینید ما یک قاعده داریم به عنوان تفریق در قانون مدنی. بله. تفریق به سبب عدم انفاق داریم. یعنی که اگر مردی نفقه همسر خود تامین نکند، خب ابتداعا زن مراجعه به محکمه دارد و یا بحث داوری ممکن است وجود داشته باشد، مراجعه میکند و حاکم در واقع 3 ماه به زن به مرد مهلت میدهد که بیاید در واقع نفقه زن تامین بکند. خب اگر که مرد ناتوانی خود اثبات بکند که من واقعا ندارم، در این صورت و یا حتی اگر دارم نمیدهم، در هر صورتی محکمه حکم در واقع تفریق اینها رو صادر میکند و زن میتواند با اخذ مهریه خود حالا به روش های قانونی خود متارکه بکند. اشاره به کلمه تفریق کردیم. تفریق به چی معناست؟ میشه بر بینندگان عزیز ما بگین آیا به معنای درخواست جدایی و طلاق از جانب زن هست تفریق یا معنای دیگه ای داره؟ بس تفریق معنای عام نو خواهمون جدایی است، اما در قانون به معنای طلاق است که زن یک طرفه به در واقع از محکمه درخواست میکند. طلاق است که یک موجبی پیش اومده است و زن از طریق محکمه درخواست طلاق داره. یعنی بنابر یک دلیل محکمه پسند درخواست جدایی وقتی از جانب زن باشه او را تفریق میگن، درست؟ خب مسئله بعدی در بحث امور مالی خانواده بحث ارث است. بله. خب ما تقسیم ترکه را داریم. ترکه یعنی او اموالی که از شخصی که به حکم موت طبیعی و یا حکمی، اگر فردی و یا شخصی به حکم موت طبیعی یعنی طبیعتاً از دنیا می رود و یا حکمی و یا قانونی که شرایط خاص خود داره از دنیا برود و متوفا در واقع اعلام شود، اموال او به وراثه او در واقع منتقل می شود. اموالی که قابل انتقال باشد، نه اموالی که مثل همسر خب غیر قابل انتقال است، یک حقوق غیر قابل انتقال است. در این صورت در واقع ما بس تقسیم ترکه و ارث داریم که 2 سبب هم دارد. اول بس سبب او از جانب قرابت است، یعنی اموالی که به سبب قرابت و خیشاوندی که بین اشخاص است انتقال پیدا می کند و بس زوجیت دائمی که به زوجه دائم در واقع اموال متوفا میرسد. بله. اما خب او شرایط خاص خود داره که اگر شخص متوفا در واقع اولاد داشته باشد از این همسر و یا همسران دیگر فرق نمی کند. در این صورت در واقع اگر اولادی داشته باشد 1/8 اموال او به همسر خود میرسد، هرچند اگر تعداد همسران بسیار باشند، یعنی متعدد باشند، بر هر کدام باید 1/8 تعلق بگیرد. نه، مجموعاً 1/8 تعلق میگیرد و آنها بین خودشان متساویاً تقسیم میکنند. و اگر که اولادی نداشته باشد 1/4 اموال او به همسران خود میرسد و بین خودشان، و اگر 1 نفر هستند که بسیار عالی، اما اگر متعدد هستند بین خودشان مساویاً تقسیم خواهند کرد. این بس ارث است. بله. مسئله مهم دیگر بس شروط مالی ضمن عقد است که یک امری است که میتوان بگوییم میتوان به نفع زن و یا حتی مرد باشد. یعنی در واقع قوانین ما دست و پای اشخاص نبستند، بلکه گفتن شما میتوانید هر شرطی که مشروع باشد، مقدور باشد، یعنی که قابل انجام باشد، شرط نامقدوری نباشد و مشروع باشد و قابل در واقع عمل باشد و خلاف قانون و شرع نباشد و همچنین بیفایده نباشد. یعنی یک شرطی که در ضمن ازدواج صورت میگیرد که هیچ فایده ای هم ندارد، این شرط خب نامشروع و باطل است. اما هر شرط دیگری میتوانند داشته باشند. من باب مثال در مثلا قانون خانواده جمهوری اسلامی ایران ما داریم بس حق تنصیفه که هر قانونی میتواند داشته باشد و حتی اگر هیچ قانونی در خود نگنجیده یک امری است مشروع و در واقع قانونی. هر زوجی میتواند شرط کنند که مثلا اگر که این شرایط برای من پیش بیاید و یا فلان شرایط زندگی برای من پیش بیاید و یا متارکه صورت از طرف مرد بگیرد، مرد باید که نصف اموالی که در ایام زندگی کسب کرده به زن بپردازد. خب یک شرط مالی است که اگر زنان ما بخواهند در بعد از ازدواج به نفع خود این شرط بگنجانند، خب قانون از او حمایت میکند. و هر شرط دیگری که هر اشخاصی دارد میتواند در ضمن ازدواج خود
بگنجانند. این مهم است که در زمان عقد نکاح این شرایط ذکر بشوند و در قرارداد نکاح به هر حال درج بشه. یعنی اگر بعد از ازدواج کنم شرطی را زن خواسته باشه که اضافه کنم برای شروط عقدش، امکان پذیر هست یا خیر؟ ببینید، بحث اضافه کردن شرط به عقدی که سابقا صورت گرفته خب شرایط قانونی خاص خود داره. بعضی از قوانین و یا حقوق های جامعه بین‌الملل در واقع شرط اضافی رو نمیپذیرن و یا شرط مبادله و الحاقی رو نمیپذیرن، اما باید دید که او سندی ازدواجی که صادر شده است از نظر تشریفاتی اجازه در واقع اضافه کردن شرط میپذیرد یا خیر. اما اغلب در واقع مکاتب حقوقی شرط الحاقی رو میپذیرند و میتوانند یک شرطی رو اضافه بکنند و مانعی ندارد. خب باز اینجا با فکر میکنم خواهم بخیه کم کار خانم ها سختتر میشه اگر که او شرط از جانب خانم باشه. درست. چون به هر حال در زمان عقد نکاح و قبل از وقوع عقد نکاح ما میتونیم شرایط راحت تر بیان کنیم و راجع به پذیرش او توسط مرد هم یک زمانی وجود داره، اما بعد از اینکه عقد نکاح صورت میگیره و زن و مرد در یک خانه مشترک با هم زندگی میکنن، اینکه بخوایم یک شروط را اضافه کنیم اینجا دیگه سخت‌تر میشه، چون شاید امکان داره که همون پذیرش از جانب مرد نباشه. در این صورت اقدام خاصی رو زن میتونه انجام بده. به طور مثال حالا اگه بخوام واضح‌تر سوال خود سازم، زن در قبل از عقد نکاح شاغل بودن خود شرط نمیگذاره، اما بعد از عقد نکاح احساس میکنه که خب یک سری ممانعت هایی داره از طرف خانواده صورت میگیره به خصوص شوهرش، و این شاید بخواد که این رش جز شروط ضمن عقد خود قرار بده. در این صورت خب سخت‌تر است برش کار، ممکن است مرد اینو نپذیره چون حالا دیگه عقد ازدواج هم گذشته. آیا میتونه باز هم اقدام خاصی را انجام بده زن برای به عنوان ضمانت اجرای او؟ ببینید بسیار سخت است، نکته‌ای که شما فهمید درست است. لذا بر همین اساس ما بسیار تاکید میکنیم برای که زنان ما با آگاهی کامل در واقع سر صفحه عقد بنشینن و با آگاهی کامل حقوق خود استیفا بکنن. لذا بهتر است که چون که نام ای پیداست شرایط ضمن عقد نکاح، بهتر است که قبل از وقوع در واقع عقد نکاح شرایط خود در ضمن عقد بگنجانن تا از در واقع او چالش ها و تنش های بعدی هم دوری شود، و چه بسا ممکن است یک شرایطی که در آینده اضافه می شود با استحکام خانواده و با کانون گرم خانوادگی در واقع تعارض داشته باشد. ممنونم از شما. یک نکته این هم من باب بحث ارث که داشتیم صحبت میکردیم با او، تنها اشاره شد به بحث تعلق ارث از جانب همسر و زن. آیا زن در از جانب پدر و برادر به عنوان مثال نمیتونه که، یا پدر کلان نمیتونه که ارث دریافت کنه؟ این هم اگر واضح بسازن خیلی کوتاه وقت ما کم است. بله، با توجه به که در واقع آیه 11 سوره مبارکه نساء صراحت داره، لذکر مثل حظل انثیین، و ادامه آیات به صراحت گفته که همینطور است، چون که از جانب همسر خود به عنوان رابطه زوجیت میتواند ارث بگیرد، طبعا و در واقع بدیهی است که از طرف قرابت و از سمت پدر، پدر کلان و حتی برادر خود و حتی اولاد خود که ممکن است پسر باشد قابلیت انتقال ارث دارد و یک قوانین خاص خود دارد. بله، ممنونیم از شما که ما را همراهی کردین در این برنامه ها و آگاهی دادین به ما نسبت به حقوق زنان در خانواده، و همچنین تشکر سپاسگزار از شما بینندگان عالی قدر که ما را همراهی کردید در برنامه. و پایان برنامه میرسیم، موفق و کامگار باشین. التماس دعا و بدرود. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.